اول ویدیو چه دعوایی شد اینجا. همیشه تو این دور دورا این دعوا پیش میاد و حالا امیدوارم که به خیر بگذره. سلام خدمت دوستای عزیزم، امیدوارم هر جایی که هستید حالتون خوب باشه، جیباتون پرپول و سلامت باشید. امروز تاریخ 11 خرداد سال 1403 و این ویدیو رو در حوالی ساعت 9 شب داریم براتون تهیه میکنیم از یکی از دوردورهای معروف پایتخت، یکی از جاهایی که خیلی توی شرق تهران به قولی باب شده برای دوردور جوونا و یه جوری میان اینجا وقتشون رو میگذرونن آخر هفته ها رو، که اسمش تهران پارسه، خیلیتون باهاش آشنا هستید و ما در حال حاضر بین فلکه اول و فلکه سوم تهران پارس در حال قدم زدنیم. میخوام براتون یه سری سوژه ها رو ویدیو بگیرم، یه سری اتفاقاتی که تو اینجا میفته و حالا نمیدونم درسته یا غلطه و چی بگم ازش. اما خب یه گروه جوان ها میان اینجا با هم دیگه یه جورایی آشنا میشن، حالا از طریق های مختلف، درست غلطش اصلا کاری ندارم، ولی خب با هم دیگه میبینیم دیگه. یه جورایی میشه گفتش که دیگه تفریحشون این شده و آخر هفته ها رو میان اینجا میگذرونن. خیلی از جاهای تهران به این شکله، اما خب من تهران پارس انتخاب کردم برای ویدیو گرفتن که با هم دیگه ببینیم. به این صورت که توی ویدیو کاملا مشخصه دیگه، جوان ها هر کدوم با موتور و ماشین و اینا میان توی این مسیر، توی این بلوار قرار میگیرن و حالا پسرها پیش قدم میشن، خانوما صحبت میکنن، خانومایی هم که حالا پشت فرمون هستن و یه جورایی دو طرفشون راضی هن و چیزی که تو تصویر میبینیم همینه و خودشون خبر دارن که پنجشنبه جمعه اینجا دور دوره و از قدیم باب شده. خودشون هم میان اینجا، حالا هم خانوما هم آقایون میان اینجا با هم دیگه یه جوری آشنا میشن، شماره رد و بدل میکنن، یه به قولی چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. تو تصویر کاملا داریم این موضوع میبینیم و به هیچ شما نمیشه گفت دروغه و حالا خیلی هاشون هم اصلا با هم دیگه هیچ ارتباط بعدی نمیگیرن و نهایتا با هم دیگه اینجا یکم مثلک بازی میکنن و با منزه بازی در میارن و به قولی وقتشون میگذرن. فقط همین، یعنی خیلی هاشون هم میگه اصلا هیچ ارتباط دیگه با هم دیگه بعدش برقرار نمیکنن. حالا من دارم راجع به تهران صحبت میکنم، کاری به شهرهای دیگه ندارم. مطمئنا شهرهای دیگه ایران هم جا برای دور دور دارن، ولی خب من بیشتر تو تهران دارم این موضوع نگاه میکنم، جایی که هستیم تهران پارس توی شرق تهران و حالا اندرزبو هم به همین شکل چند سالیه که باب هستیم روش آشنایی و دور دور کردن. ماشین های مختلف هم میان حضور پیدا میکنن تو این دور دور، از ماشین های مدل بالا بگیر تا ماشین های مدل پایین تر، و هر کی میاد اونجا اون تیکه خودش رو میندازه و دور هم دیگه رفاج رو میخندن. و حالا درست نیست، به نظرم بیشتر از این جهت میگم درست نیست، چون که خب خیلی ها مسیرشون، مسیر رفتن به منزلشون از این خیابون عبور میکنه و حالا مثلا خانوم ها و اصلا دوست ندارن تو این بازی بیفتن، تو این مسئله درگیر بشن، ولی ناخودآگاه باید از این خیابون رد بشن و خب موتوری ها دورشون میکنن ماشینشون و حالا ماشینا سعی میکنن ارتباط بگیرن با اون خانم، با اون خانم اصلا قصد و نیتش هم نداره. و حالا بعضی وقتا که خیلی وضوح بکنیم میبینیم که چقدر اذیت میشن و خب شیشه رو میدن بالا یا مثلا مسیرشون رو حتی عوض میکنن، دورتر میرن و تا اینکه این ارتباط برقرار نشه و اذیت نشن. این به نظر من خیلی بده، چون ایشون خب به هر حال ناراضیه از این وضعیت و خب داشته مسیرش رو میرفته ولی ناخودآگاه درگیر این بازی میشه. تو کشور شما به چه شکلی؟ حتما ما بگید اونجا قوانین رو بر ما تو کامنت ها بگید اگه همچه اتفاق میفته چه نوع برخوردی میکنن. اینجا خب بعضی وقتا پلیس یه سری طرها میذاره به صورت مامورای ناشناس لباس شخصی، حالا بعضی وقتا هم خیلی علنی و خب ماشین ها رو توقیف میکنن، موتورها رو توقیف میکنن، حتی بعضی خود شخص رو هم بازداشت میکنن. و حالا یه جوری میتینگ هم هست دیگه، بعضی با ماشینای خودشون سر صدای عجیب غریب در میارن، اگزوزای خودشون رو
یه جوری صدادار کردن و حالا سیستم صوتی های عجیب غریب بود که تو ایران اکثرا نشقه دارن که برو ماشینشو سیستم صوتی های عجیب غریب بمندن، یعنی یهو میبینید اون سیستم صوتی که روی ماشین خودشون طراحی کردن به ارزش نصف همون قیمت اون ماشینه و حالا میان اینجا صداشو زیاد میکنن و به قولی یه جوری آلودگی صوتی هم ایجاد میشه. به هر حال همه اینا ریشه داره، ریشه در وجود نداشتن بستری برای تفریح جوان ها و خب جای بحث مفصل داره، ولی خب چیزی که داریم در حال حاضر میبینیم به این شکلی. یه وضعیتیه که میدونی چجوری بگم خدمتتون، یه جوری قدیما کلن پسرا تو این چیزا خیلی فعال بودن و حالا خانوما زیاد تو این مسئله زیاد حضور نداشتن، حالا بیشتر پسرا بیشتر میشدن، پسرا سعی میکردن که اون ارتباط رو برقرار میکنن و حالا چون راحتم دارم اینجوری باهاتون صحبت میکنم خودمونی و اگر که اصلا نباید این ویدیو رو میگرفتم و حالا اون طرف مقابل که جنس مؤنث باشه خب خیلی سخت خیلی دیرتر اون ارتباط رو برقرار میکن، اما واقعا توی دنیای امروزه توی حداقل دهه به قولی مثلا میشه گفت از سال 93-94-95-96 به بعد، یعنی تو 10 سال اخیر واقعا دیگه به اون شکل نیست، مخصوصا دیگه تو 2-3 سال اخیر دیگه خانوما هم خیلی راحت ارتباط رو برقرار میکنن و به قولی میشه گفت که این دو جنسیت یعنی مذکر و مؤنث مرد و زن خیلی راحت با هم دیگه ارتباط رو میگیرن و یه جورایی حالا میگم پسرها که از همون اول به همین شکل بوده و اون ارتباط رو همیشه داشتن و پیش قدم میشدن، اما خب چیزی که داریم تو چند سال اخیر میبینیم خیلی خانوم‌ها هم دخترها هم فعال شدن و خیلی بدون ترس بدون هیچ مسئله اون ارتباط رو برقرار میکنن، میگن تو این دور خیلی خانوم ها هستن که میدونن اینجا دوردوره، پنجشنبه جمعه ها ماشین رو برمیدارن میان داخل این دوردور داخل این بازی قرار میگیرن، با پسرها ارتباط برقرار میکنن، حالا بعضا به این شکله که به ارتباط دوم نمیرسه ولی خب خیلی هاشون هم جمعه رو گرد آدر میشه به ارتباط دوم سوم، حالا دیگه خدا میدونه در آیندهش اتفاق میفته و همینجوری پیش میره جلو. حالا دیگه اینجا بحث خیلی تخصصی نمیکنیم، خودرو وسط بحث مدلی ماشینی که حالا سوار شدی گران قیمت باشه و به قولی بحث سرزبون داشتن و اینا خیلی تأثیر داره، میگم بعضیشون هم اومدن فقط وقتشون رو بگذرن، اصلا شاید هدفشون به ارتباط دوم سوم کشیدن نباشه، اما چیزی که داریم میبینیم یک تصویر ریل و واقعی از ایران بدون سانسور از آخر هفته‌های ایران توی پایتخت توی تهران توی تهران پارس. دوست دارم توی این ویدیو حتما نظرتون رو کامنت بکنید راجع به این مسئله، آیا نظر شما ایراد داره یا ایراد نداره، آیا تو کشوری که هستید این مسئله به چه شکله، آیا این آشنایی‌های خیابونی وجود داره و یا برخورد میشه. البته خب ما دو نوع مسئله اینجا داریم، یک مزاحمت و دو
به قولی حالتیه که هیچ کدومشون هیچ مسئله نهارن با این قضیه. این تصویری که الان دارید اینجا میبینید واقعا کسی هیچ مسئله نداره، هم خود خانوم ها میخوان این قضیه رو توی این محدود در خدمتون میگم و خود خانوم ها اومدن خب که ارتباط بگیرن که دور دور بکنن و هم آقایون راضی هن و دو طرف راضی هن این وسط و هیچ مزاحمتی فعلا نیست، مگر اینکه خدمتتون عرض کردم بعضی ها به قولی قصد و نیتی ندارن و فقط مسیر اون مقصدی که دارن از این خیابون رد میشه و ناخودآگاه تو این بازی قرار میگیرن و خب اون افراد هم فکر میکنن که این خانم حالا مثلا برای دور دور اومده اینجا و درخواست رو بهشون میدن، سعی میکنن به قولی شیرین بازی در بیارن و ارتباط رو بگیرن و خب این مسئله ای که هست تو هست و اگه نه بقیهشون اکثرا با هم دیگه خیلی هم اوکی هستن و این روند تو این بلوار تا ساعت 12:01 شب هم حتی ادامه داره و تازه به قولی میشه گفت زمانی که ما این ویدیو رو به پایان میرسونیم تازه شروع میشه، یعنی 9 شب شروع میشه 8 شب شروع میشه تا 12:01 شب ادامه داره. فقط هم اینجا نیست، توی اندرزگو هست، توی غرب تهران جاهای مختلف داریم ما و خیلی مرسوم چندین سال تو ایران و این ترافیکی که شما دارید الان اینجا میبینید، ترافیک وحشتناکی که دارید میبینید فقط به خاطر این قضیه است و این آشناییه که داره صورت میگیره، دو تا ماشین با هم دیگه یا موتور و ماشین باعث میشه که این ترافیک شکل بگیره و اگه نه اینجا این وقت شب ترافیک خاصی اونقدر نباید داشته باشه و حالا یه جوری که اصلا بعضی وقتا یه دو تا ماشین جسبیدن به هم دیگه دارن با هم دیگه آشنا میشن، حالا جلوی ماشین هم خالیه شاید 200 متر 100 متر و ملت اون پشت علاف میشن دیگه، حالا ممکنه یکی این وسط یه کار واجبی داشته باشه.